خدمت. اگه یه جای اشتباه کردم دیگه خواهش می‌کنم. حافظ میگه یاری اندر کس نمی‌بینم، یاری اندر کس نمی‌بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، قصر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد و یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ آفرین و درود لیلا. نمیخوای آواز هم بخونی برای شنوندگان؟ واقعا صدام گرفت. چون اینطور که همه ما شنیدیم میخواد یکی از اینو بخونه. آره. ولی اگه خراب کردم دیگه با خودتون. نه خواهش میکنم. واقعا صدام گرفته. حتما خیلی شنوندگان عزیزمون خوشحال خواهند شد. لعلی از کانی مروت، لعلی از کانی صفه که جو کلونی هنری در آن سو و این سوی دنیا به گونه ای هست که خب هنرمندان ما به ویژه تو و این صدای خوبت نمیتونین در این زمینه فقط فعالیت کنید که انشالله یه روزی بیش از این باشه.
من البته با اینکه در موسیقی پیشرفتی باشه و آدم با زمانه پیش بره اصلا مخالف نیستم. من خودم هم دلم نمیخواد با من همیشه موسیقی ایرونی اصیل رو بخونم. دلم خواهد که در کنار کارهای دیگه که میکنم موسیقی اصیل ایرونی رو هم بخونم، چون من فکر میکنم که جوانای مملکت ما هم حقی دارن برای اینکه موسیقی داشته باشن و موسیقی گوش کنن. و من فکر میکنم که جوانا بیشتر موزیک پاپ و یه موزیکی که یه حرکتی توش داشته باشه بیشتر دوست دارن، و ما میتونیم موسیقی اصیل ایرانیمون رو هم درش حرکتی به وجود بیاریم. همطور که یکی از آهنگهای من که توی این آلبومم هست، این آهنگ 6 و 8ه، ولی وسطش باز من یه تیکه آواز ایرانی خوندم. من فکر نمی‌کنم این مسئله هیچ اشکالی داشته باشه، در این اینکه جوانها رو داشتم در این حال سنهای بالا که از آواز و موسیقی ایرانی خوششون میاد اونها رو هم نگه داشتن. میدونید مسئله خیلی مهمه که یه راهی پیدا بکنیم که موسیقی اصیل ایرانی رو هم، البته جوانام خیلی دوست دارن موسیقی اصیل رو، ولی به عناوین مختلف یه جوری باید علاقه مندشون کنیم. و هستن، من چون نمیدونم حتما با خبر شدی شهرام رضایی هم اومده بود پاریس و استقبالی که ایرونی ها واقعا ازش کردن، اینو ثابت کرد که همچنان هموطنان ما دوست دارن کار اصیل کردن. برای همونطور که شهرام رضایی در یک مسابقه که بابا ایران کرده بود تاکید کرد در پرسش این سوال که نوپردازی در موسیقی یه اصیل ایران و من فکر می‌کنم باید واقعا این کارو بکنن. یک سری از هنرمندان ما این کارو کردن، از جمله دوستمون آقای محمد شمس کارایی کرده که بتونیم بگیم موسیقی اصیل رو، موسیقی دیروز رو با آهنگای امروز آمیزش داده. شما همین آهنگ ثابت رو ببینین، آهنگ آقای محمد شمس دیگه، هم موسیقی ایرانیه، همین که حرکت توش هست. این مسئله خیلی مهمه. یه اون آهنگ خلیجی که برای ابی ساختن واقعا خیلی موزیک زیباست و آهنگ قشنگ، یعنی آهنگی که آدم دوست داره بشینه و گوش کنه، ولی در این حال مدرنه، یعنی هم جوانا دوست دارن هم یه کمی مسن‌تر. سلام، چون دل جون تو هم داریم به پایان برنامه میرسیم، قبلش اشاره کردی به اریک. میدونی که اریک هم امشب میخواست با ما باشه، ولی چون میدونی اریک پدر بزرگ شده بهش تبریک میگیم از همینجا، نتونست امشب اینجا حاضر بشه در فرصت های آینده. و این رو من میخواستم در پایان تو یک توضیح کوتاه بدی، چون وقت زیادم نداریم. یک آهنگ جدید خودت ساختی، آیا در زمینه بیشتر کار خواهی کرد؟ بیشتر آهنگایی از خودت؟ آهنگ مخبل ناز رو خودم ساختم. من معمولا بعد از این شعر خوشم بیاد و بتونم روش کار بکنم، 100% برگردم این کار باز خواهم کرد. لیلی جون خیلی ازت متشکرم که پاریس اومدی. از شما متشکرم که واقعا این فعالیتتون رو الان یک سال و نیم تقریبا ادامه دادید و رادیو سوله ایران رو روی پای خودش نگه داشتید. خیلی کار مهمی دارید میکنید، تبریک میگم بهتون. زنده باشی، خیلی متشکرم، مرسی، ازت تشکر میکنم و انشالله که در آینده زود بزنید باز دوباره تا اینجا ببینید. در خدمت باشید.